سایش و خوردگی از عوامل عمده کاهش عمر این پلنت‌های استخوانی است. به سراغ پژوهشگر جوانی می‌رویم که با پوشش نانو ساختار در این پلنت‌های استخوانی و دندانی سبب افزایش عمر این ایمپلنت‌ها شده است. برای ایجاد این پوشش از دستگاه PACVD استفاده کردیم که در این دستگاه تحت یک واکنش شیمیایی تحت پلاسما پوشش مورد نظر ایجاد میشه و بر روی سطح زیرلایه‌های فلزی هم از استنلس استیل، فولاد ضد زنگ و تیتانیوم، حالا اون زیرلایه‌ای که ما زدیم TI64 این میشینه. یکی از چالش‌های این قطعات قرار گرفتن همزمان در معرض محیط خورنده، بار مکانیکی و سایشه. این موضوع علت اصلی عمر محدود این قطعات است. با استفاده از یک پوشش همزمان تونستیم هم مقاومت به سایش و هم مقاومت به خوردگی ایمپلنت رو به صورت قابل توجهی بهبود بدیم. طرح این پوشش علاوه بر اینکه خواص ضد سایش و ضد خوردگی بهتری نسبت به پوشش‌های مشابه دارد، از چسبندگی بالاتری نیز برخوردار است. چون ما از روش شیمیایی برای رسوب‌دهی استفاده کردیم، نسبت به روش‌های مرسوم که همون PVD یا رسوب‌دهی از باز بخار هست و روش فیزیکی هستش، چسبندگی خیلی بالاتری رو به ما میده و این باعث میشه که خب پوششمون خیلی دیرتر از بین بره. افزایش هزینه های درمان و اعمال جراحی سخت از پیامدهای کاهش عمر ایمپلنت است. نمونه مشابه اینی که ما تولید کردیم حدوداً $15,000 قیمتش هستش که با پوشش، یعنی خامش حدود $6,000 ولی با پوشش چیزی حدود $15,000 که ما میتونیم خامش رو وارد کنیم، اینجا پوشش دهیش رو انجام بدیم، تکنولوژیش رو در ایران داریم. میتونیم این کار رو انجام بدیم و ارزش افزوده خیلی بالاتری رو به دست بیاریم. این پلنت‌های استخوانی و دندانی قطعاتی هستند که برای کمک به یکی از ارگان‌ها در درون بدن قرار می‌گیرند.